سلام به برنامه جدید خانم دکتر خوش اومدید. امروز اکسپرسی در خدمتتون هستم. بچه‌ها حالتون چطوره؟ چه خبره؟ چیکار میکنید؟ امروز یه ویدیوی صحبتی داریم. اونایی که منو دوست دارن خواهشن قلب بنفش بذارن. نه بنویسن خاور یوتیوب فارسی. من لقبمو عوض کردم. نه تو هم ویدیو. با یه ایموجی کامیون خاوره. خاوره یوتیوب فارسی کام. امروز پیلیسی هم در کنارم دارم. مرسی. در کنار صحبتام راجع به اینه که چی کار کردم که از خودم تو این دو سال راضیم به عنوان یه مادر خوب. دمت گرم. چه نکاتی؟ شما یه سوال. آقا این خیلی مهمه. خب یه سوال دارم. چه نکاتی رو که انجام دادم الان میگم ایول که این کارو کردم، و تو هم چه کارایی رو کردی که با خودت میگی ایول این کارا رو کردم؟ برای دورینا کارایی که راجع به بچه است. راجع به بچه داریه. شما مورد... به خودت چند میدی از ده؟ آره، اولین موردی که خیلی ازش راضیم که این کارو کردم، مثال براتون بزنم، یکی به موقع شیر شبشو قطع کردم، چون میدونید که شیر شب خیلی مهم، همچین پروسه فوق‌العاده سختی نیست، همتون انقدر بزرگش میکنی، چون اصلا بچه از یه سالگی به بعد به شیر شب نیازی میدونی به چی نیاز داره؟ شیر آغوز. هم یه چیز زیاد گرفتی ها از اون اول. شیر آغوز. آره، این خیلی پروسه مهمی بود که واقعا به موقع قطعش کردم. خیلی با خودم تو این مورد، تو این قسمت بهت حق میدم و لایک داری. آره. مورد بعدی که کردم خواب مستقل بود. قبول داری؟ بله. من از یک سالگی دورینو که تو اتاق خودش گذاشتم، و اینکه یه جوریه که خودش میره میخوابه. خانم دکتر من میدونی الان حکمم چیه اینجا؟ آه میدونی؟ من شهادت میدم. نه شهادت بده که دورین چجوری شبا میخوابه. راحت میخوابه. نه چجوری؟ میره تو اتاق خودش. خودش. البته بگم آه. اولاش تو حال میخوابوندیمش، میرفت پشت موبیل. آره میرفت پشت موبیل. مدل فرعونی اینطوری. آره. آماده بود بسته بندیش کنی بذاریش تو فریزر. آره. همین جوری من سوسیسی میکشیدمش میبردمش تو تخت. ولی خب خدایش خیلی خوبه. ببین این که نمیان پیش پدر مادر بخوابن و اینا خیلی بده. اصلا نباید بذارید بیاد. من تحقیقات زیاد کردم. آره اصلا مجله داکیومنتری این انگلیش. آره. اونجا تحقیقات زیاد کردم و این که میگن چرا اینو گرفتی دستت؟ کجام بکنم؟ نمیدونم. میترسم دیستورت بشه برای اون میگم. و واقعا اینو حق میدم که خیلی حرکت بزرگی کردی. یه دونه خواب بود. یه دونه شیر، چون خیلی مهمه. اصلا دلتون بسیار مهمه. قضیه که آی بچه رو شب جدا کنم فلان، اصلا خیلی پروسه مهمه. و یه چیز دیگه که من خیلی از خودم بابتش راضیم، زدن کتک. آره کیم چیکم نمیدونم. بچا دوربین میگه تا حالا سر دورین دادم نزده. خدای جز ولی دوری خانوم بالا سر ما داد زده. آره بچا با گوشی حواسش نبود دورین. خابیده بود کنارش، این گوشی هم اینجا بود. دورین همینجوری گوشیو برداشت اومد بندازه عقب، زد تو چش فوریه. ببین من گفتم بخیه میخواد. شانسی که آوردی. چراغم خاموش بود، دیدم پوریا اینجوریه. پاره شد چشم پاره. حالا میدونی جالبیش چیه؟ اونجاش که گفتم خون داره میاد تو یه خون اومد. من فکر کردم تو داری مثلا خالی میبندی، مثلا میخوای جو بدی بهم. دیدم نه، دستمستم همه خونه، صورت غرق خون. نگو دونی خانم گوشی رو برداشته اومده مثلا بده به من، اینجوری کوبیده تو صورتم. خیلی دردت گرفت. خیلی ملوز شده. ولی خب بچه ها کاری نمیشد کرد دیگه. بعد آهان خیلی دورین ناراحت شده. آره. خیلی احساسی میرم هر وسیله‌ای که داشت میابرد بهم نشون میداشت. میابرد هم یادو به تو. خیلی چیز جالبی بود. ولی یه چیز دیگه هم که به نظرم خیلی کار خوبی کردیم، خانم چارلیه. ریچل چیه؟ چارلیه چیه؟ اولا ما میگیم چارلی بهش. خونه انگلیسی صحبت میکنیم، یعنی اکثر کلماتو به انگلیسی بلده.
روزی هم 20 دقیقه کلاس زبان آنلاین براش گذاشتیم. آره، یعنی میخواین کارتون راه بیفته با دورین؟ آره، بیشتر میتونید انگلیسی صحبت کنید. حالا مهد کودکیناش هم که دیگه به زبان انگلیسیه، ولی حتما اگه میخواین زبانش خوب بشه تو خونه باش انگلیسی صحبت کنید. یا مثلا کارتونای انگلیسی برای سنای کم، کارتون که زیر دو سال ممنوعه. روز... نه بالای دو سال. آره، روزی 20 دقیقه یه روب کارتونایی بذارید... که به دردش بخوره، چون زود یاد میگیرم. مثلا الان ABCD رو بلده، اسپایدرمن. نه بابا، مثلا ABCD رو واقعا بلده، زد میگه تا زد، مثلا ایکس که میشه اینجوری میکنه. آره، خب اینا رو یه جا دیده که یاد گرفته دیگه. آها، خیلی بازیای من بچه دیده دیگه. اصلا اسباب بازیای چرت و پرت واقعا براش نخریدم، فقط دایناسور چیزایی که آره فقط دایناسور اونم یه حیوانیه که دوست داره. بیشتر بازیای آموزشی اینجور چیزا، واقعا هر چی که مثلا پاندا ماندا این چیزا داره اینو اون بهش کادو داره، ما براش نخریدیم. من تا تونستم دایناسور خریدم. آره، یه نکته دیگه هم که خیلی ازش راضیم، تغذیه مستقل بود که گذاشتم. واقعا از 6 ماهگی خودش با دست غذاها رو تست میکرد، لمس میکرد، حس میکرد غذا رو میخورد. و یه چیز دیگه که بخوام بهتون بگم اینه که مثلا یه سریال همه که نه، تا بچه یکم غذا رو میریزه اینا همه ناراحت میشن. آره، در صورتی که باید آزاد بذاریشون. آره، کامل گم بزنه تو همه جا. واقعا بد غذا نشد دورین. ولی مهمترین چیزی که بچه ها، حالا اگه دور و بریاتون کسی رو دارید یا خودتون بچه دارین، روتین بچه است. این روتینه رو نباید به هم بزنید. روتین بچه نباید به هم بخوره. خب پشت صحنه داریم، پشت صحنه رو باید کاش بگیری از اون. خب روتین دورین رو من واقعا خراب نکردم، یعنی ساعت غذاش به موقع، ساعت خوابش، ساعت بازیش، پارکش، هر روز من میبرمش بیرون، هر روز انرژیش و تخلیه شه، اینا همه مهمه. به دوستان ببینید بلاگری چقدر سخته. واقعا این روتینه رو فراموش نکنی. خدای مهمونی من نمیرم با بچه، بریم هم خدای ده میایم دیگه. جایی که شلوغ سر و صدای خیلی جاها من نمیرم، شب جایی نمیخوابم. واقعا بچه اینا رو همه رو رعایت کردم تو این 2 سال. خونه مثلا دوستان مهمونی بوده، ولی مثلا چون شلوغ بوده، حالا دود بوده، موزیک بوده، ما واقعا نرفتیم. واقعا یه نرفتیم. سوال خواهیم دکتر، دیسکوتکا چی؟ دیسکوتکا چیه؟ اینجوری میکنه سر ساعت خوابوندیمش، یا اگرم رفتم مثلا قبل از خوابش برگشتم. واقعا اینا همه مهمه، رأس ساعت، روتینش، اینا همه انجام شد. ببین، من واقعا کوچکترین قضیه به خودم میبالم، کوچکترین چیزیش به هم بخوره عادت کلن گند زده شده. میدونی که بچه 3 روز کافیه که تو یه چیزی رو بهش بدی عادت کنه بهش، تمومه. فقط تمام. 3 روز فاطمه صلوات. حالا الان پروسه از پستونک گرفتن داریم، اونو نمیدونم خیلی چیکار سخته کنم. اون دیگه خدایی سخته، سخت باشه دیگه پروسه این. این شیره الان شیشه شیرش آقوز آقوز هست که حالا مهمه، ولی اون اوکیه، زیاد الان دیگه شیر دوست نداره. خلاصه که همه اینا کنار هم کمک میکنه بهتون که یه بچه بی آزار داشته باشین. و آهان، مهمترین چیز روش BLW بود که من ازش استفاده کردم. میدونید که چیه؟ بله، این روش روشیه که بچه خودش قاشقو میگیره از 6 ماهگی تو دستش، تیکه های گنده رو میگیره تو دستش، روش یعنی تیکه های امن باید آماده کنی بدی بهش خودش گاز بزنه. هم دستاش قوی میشه، هم راحت‌تر قاشقو میگیره دستش، حالا بزرگتر شه هم راحت‌تر غذا میخوره. من این روشو خیلی راضی بودم. خدایی مادر خوبی بودی، خداییش. خدایی مادر خوبی داری. واقعا مادر خوبی داری دورین. آره، آمونا. اینا رو خدایی رد. تو این چیزایی که بهتون گفتم و اگر رعایت کنی بچه‌تون میره دانشگاه. واقعا به مشکل نمیخوری با بچه‌تون. دیگه براتون بگم، فکر کنم اکثر چیزا رو گفتم. آره دیگه به نظرم بیشترشو گفتین. تا اینجای کار خیلی خوب بود. یه ویدیو کاربردی بود، اگر مامانی رو میشناسید که تازه بچه دار شده چند تا نکات مهم رو میخواد بدونه بفرست براش. آقا زنگوله رو لطفا بزنید، اون زنگ رو، لوگو ایموجی زنگو
آیکان زنگو فارسی میاد یکم مشکل داره که ما وقتی ویدیو میذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد. خیلی دوستتون دارم، مرسی که با من همراه بودین. خانم دکتر تو برنامه قبلی نذاشتی دستتو ببوسم، الانم میدونم نمیذاری. به خدا نمیذارم همون جان. چون نمیذاری گفتم، ولی دمتون گرم که با ما همراه بودید. خیلی سرده، ما نشستیم آره. تو حیات، ولی خیلی متشکرم. براتون تولید محتوا کنیم خیلی کار سختیه. میگن از کار معدن سخت داره. سخت. بچه ها دمتون گرم، دستتون. یه دو واسه اون میری موقع خدافزی؟ نه نه بشین بشین، خسته میشی، آسیب دیده ای تو الان. بچه ها تا برنامه بعد خدافه. چی کار میکنی؟ بندازم برم. نه نه بشین آقا، اشتباه کردم. ایتس اوکی بشین. ببین میتونم. ایتس اوکی پیدیسی جان. بچه ها دمتون گرم، تا برنامه بعدی خدافه. خدافه.